سلام این پاورقه قسمت 125 زبان اصلی سریال روزگارانی در چوکورواست همزمان با پخشش در ترکیه وقتی محمد میخواد سوار ماشین بشه یادش میاد که کلیدش رو جا گذاشته و دوباره به سمت هتل برمیگرده همون لحظه ماشین منفجر میشه زلیخا و فکرت که برای رأی دادن به اعضای شورای شهر رفته بودن صحنه انفجار ماشین محمد رو میبینن زلیخا افته میشه و تصور میکنه که محمد توی ماشین بوده محمد از هتل بیرون میاد و زلیخا به سمتش میره و اونو بغل میکنه. اونو از اینکه کی ماشین رو منفجر کرده شکه و متعجبن. زلیخا و مهمت به کلانتری میرن و گزارش میدن. دادستان از مهمت میخواد اگه به کسی شک کرد بهش خبر بده. مهمت و زلیخا به رستوران میرن. زلیخا از اینکه مهمت در مورد انفجار ماشینش خونسرده تعجب میکنه و در مورد احساس نامنی خودش صحبت میکنه. در امارت رایگیری از کارگران برای انتخاب سرکارگر شروع میشه. در بازار شهر همه در حال صحبت در مورد بمبگذاری ماشین مهمت هستن. شرمین این خبر رو میشنوه و تصور میکنه بطول چنین کاری با مهمت کرده. بطول با کلافگی اینو انکار میکنه. وقتی چراک میفهمه که مهمه تو بمبگذاری نمرده عصبانی میشه و با فردی که اجیر کرده بود دعوا میکنه. یکی از افراد چولاک دم خونه شرمین میره و میگه چولاک میخواد بطول رو ببینه شرمین بطول رو صدا میزنه اما بطول که توی تختش خوابیده میگه حوصله نداره و نمیخواد بره شرمین برای یه کسی که اومده بهانه میاره تا از اونجا بره اون از اینکه بطول پیش چولاک نمیره کلاف است زلیخا به امارت برمیگرده اون پیش کارگرا میره و صندوق رای رو باز میکنه و رای ها رو میشماره غفور با رای بیشتر به عنوان سرکارگر جدید انتخاب میشه اون خوشحال میشه و شادی میکنه احضاریه شکایت زلیخا از بتول بابت کلاهبرداری و اختلاس دم خونه بتول میاد بتول با دیدن احضاریه عصبانی میشه و به امارت میره و با زلیخا دعوا میکنه اون که برای انتقام راهی نداره آماده شده تا برای کار پیش چولاک بره و به ناچار به خواسته های اون تن بده. محمد به آنکارا پیش گنگوز میره تا در مورد بمبگذاری بار صحبت کنه اون میگه میخواد در مورد هویتش همه چیز رو به زلیخا بگه چون دیگه خسته شده و زلیخا هم نگران امنیت خودشه گنگوز میگه اون کمی دیگه هم باید صبر کنه زولیخا با هتل تماس میگیره تا با محمد صحبت کنه و متوجه میشه مهمت بی خبر به آنکارا رفته و عصبانی میشه غفور که حالا سرکارگر شده با راشد بدرفتاری میکنه و از اون میخواد بالای یه سقف طویله بره و اونجا رو تعمیر کنه. راشد به خاطر اینکه غفور رو پیش زلیخا خراب کنه خودش رو از روی سقف پایین میندازه. همه دوره اونجا میشن و وقتی زلیخا میفهمه غفور به جای آوردن تعمیرکار راشد رو بالای سقف فرستاده با اون دعوا میکنه. غفور که میدونه راشد به هم دین کارو کرده عصبانی میشه. یکی از اهالی چوکوروا به اسم نوری به تعمیرگاه عبدالقادر میره و به خاطر اینکه عبدالقادر ماشین خرابی به اون فروخته باهاش دعوا میکنه و پولش رو میخواد. افراد عبدالقادر نوری رو کتک میزنن و بیرونش میکنن. فکرت توی جاده نوری رو با ماشین خرابش میبینه و وقتی ماجرا رو میفهمه عصبانی میشه. اون ماشین نوری رو به تعمیرگاه میرسونه. لطفیه به عنوان عضو شورای شهر در انتخابات پیروز میشه شهردار مراسمی بابت این موضوع گرفته و همه رو دعوت کرده وقتی فکرات عبدالقادر رو اونجا میبینه عصبانی میشه و جلوی همه میگه که عبدالقادر دزد و قاتل و تکین رو انگشته بعد اون رو کتک میزنه بقیه وساطت میکنن و عبدالقادر با عصبانیت بیرون میره لطفیه فکرت رو به خاطر این برخورد سرزنش میکنه فکرت به کارخونه میره و کمی بعد زلیخا پیش اون میاد زلیخا به فکرت میگه ظاهرا حق با اون بوده و محمد مشکوکه و از فکرت میخواد که در مورد اون تحقیق کنه فکرت و چتین به کلبه وهاب میرن و اونجا رو میگردن فکرت جعبه ای رو که وهاب وسایل زلیخا رو در اون پنهان کرده پیدا میکنه و عصبانی میشه شب وقتی وهاب به کلبه میره فکرت و چتین با تهدید از از اون میخوان که هرچی در مورد مهمت میدونه رو بهشون بگه تا جعبش رو که روی اون حساسه به اون پس بدن وهاب به اونا میگه باید به بیروت برن مهمت به شرکت میره و زلیخا با اون سرد برخورد میکنه اون میگه میخواد کمی در مورد رابطهشون فکر کنه مهمت دلخور میشه و بیرون میره فکرت و چتین در بیروت هستن فکرت با زلیخا تماس میگیره و وقتی زلیخا میفهمه که اونا به بیروت رفتن نگران میشه و ازشون میخواد که مراقب باشن. فکرت و چتین پیش شخصی که وهاب معرفی کرده بود میرن. اون شخص اونا رو به یه کتاب خونه میبره و کسی که تو کتاب خونه از یه روزنامه آلمانی قدیمی به فکرت میده که توی اون عکس چند نفر به همراه مهمت و عبدالقادر هست و از هاکان گومش اغلو اسم برده شده همون لحظه صدای بمب و تیراندازی میاد و صاحب کتابخونه میگه که جنگ دوباره شروع شده ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار